بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. بودجه های دولتی و قصه تکراری حمله به زیارت اربعین. سازمان ملل: سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 80 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش حملات شبه نظامیان سنی‌های تندروی پاکستان در 7 ماه گذشته. و بحران مراقبت‌های بهداشتی در یمن. وقت شما بخیر. همه ساله در آستانه آماده شدن مردم برای شرکت در زیارت و مشایع اربعین، اخبار و گزارش‌های مبنی بر اختصاص بودجه‌های دولتی نظام ایران در این زمینه بهانه‌ای برای به چالش کشیدن این سیل خروشان همه ساله عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام می‌شود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. همه ساله به ویژه در آستانه آماده شدن مردم برای شرکت در زیارت و مشایع اربعین، اخبار و گزارش هایی مبنی بر اختصاص بودجه های دولتی نظام ایران در این زمینه بهانه ای جهت به چالش کشیدن این سیل خروشان همه ساله عشاق الحسین علیه السلام به ویژه در فضای مجازی فارسی می شود. خبر اختصاص 400 میلیارد تومان از بودجه دولت ایران به زیارت اربعین طی روزهای اخیر انعکاس گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی داشته است. کاربران زیادی علیه این خبر واکنش نشان دادند و به ویژه آن را در ابتدای شروع به کار دولت جدید ایران نشانه‌ای از تداوم مسیر سابق در اختصاص بودجه‌های دولتی برای یک برنامه زیارتی عبادی دانستند. فاضل میبودی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه چنین نوشته است: از دغدغه‌های دکتر پزشکیان فیلترینگ بود که خیلی از شغل‌ها را تعطیل کرده بود. چی شد؟ معاون اول 400 میلیارد برای اربعین اختصاص دادن. چرا؟ دغدغه این دولت اربعین نبود. اربعین را به خود مردم واگذار کنید. این پولها را به مدارس سیستان و بلوچستان اختصاص دهید تا بچه ها به راحتی درس بخوانند. این است حق و عدالت. همواره برخی دولت ها سعی می کنند از زیارت اربعین برای اهداف سیاسی خود بهره گیری نمایند و با اختصاص بودجه و اعزام نیروهای سیاسی وفادار خود با موج سواری و پروپاگاندا ماهی خود را از این برنامه زیارتی بگیرند. حالانکه زیارت اربعین یک برنامه مردمی بوده و باید چنین بماند. جلوگیری از گران شدن بلیت زیارت اربعین و مبارزه با سودجویی در این زمینه و رایگان کردن ویزا و حتی امکان برداشتن ویزای زیارتی برای زوار افغانستانی و پاکستانی، ویزای اربعین برداشته نشده است. از دیگر خدماتی است که انتظار می رود دولت‌ها در آن فعالان نقش‌آفرینی داشته باشند. اختصاص بودجه‌های دولتی و شهرداری‌ها برای براه‌اندازی موکب‌ها و ارائه خدمات رایگان تغذیه و اسکان زوار در ایران و عراق از بودجه‌های دولتی و شهرداری‌ها یکی از موارد ضربه زننده به این حرکت مردمی است. در عین حال دولت‌ها به عنوان متکفل و متصدی امور عامه باید تسهیلگر زیارت اربعین باشند و اگر قرار است بودجه‌ای صرف شود با رعایت حد اکثر صرفه‌جویی، باید در زمینه خدمات ایمنی راه و ترابری
راه اندازی پارکینگ های ارزان قیمت برای پارک خودروهای زوار در نزدیکی پایانه های مرزی، خدمات امداد اولیه و بهداشت و درمان مسافران و تسهیل و تسریع آمد و شد زوار از پایانه های مرزی صرف شود. قصه تکراری حمله به زیارت اربعین به بهانه مداخله دولت ها با صرف بودجه برای دولتی کردن این سنت کهن اسلامی شیعی هرگز نتوانسته از جنبه مردمی آن بکاهد. از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا که همکنون در کربلا به سر میبرند پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و در خدمتتون هستم. ممنونم. جناب هدایتی، متاسفانه مشایع اربعین همواره از دو سو مورد هجمه قرار می گیرد. از یک سو از طرف رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و از طرف دیگر از سوی برخی افراد ناآگاه در داخل ایران که تصور می کنند بودجه مشایع اربعین توسط دولت ایران تأمین می شود، در حالی که این شهره چند صد ساله کاملا مردمی و مربوط به شیعیان عراق است. جناب هدایتی لطفا در این زمینه روشنگری بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما برش اولیا در واقع مذهبی منان به طور کلی در این چند این مواجه بودن. یک زانی که باره در برنامه از همه رخدادها آغاز کنند به نفع اون اهداف دین ستیزانه خودشون و طبیعتاً یکی از مراسم پرشور جهانی که اختصاص به ملیت خاصی نداره و از همه اقوام جهان و شاید بگیم تنها کارنوال و همایش جهانی چند ده میلیونی هست که بی‌مثال و بی‌نظیر هست. طبیعتاً اون جبهه و اون کسانی که به نوعی مقابله میکنن و دین رو میخوان هدف قرار بدن طبیعتاً باید بیشترین امکانات رو در این زمینه بسیج کنن. این چالش اولی است که جامعه مذهبی و مؤمنان به شکل جدی با اون مواجه هستن در همه زمینه ها. طبیعتاً برنامه راهپیمایی و مشایعه که اثرگذار هست در جهان تبلیغات امروز و حتی در زندگی معنوی انسان ها مورد هدف اساسی این گروه هستن. چالش دوم مواجهه جامعه سنتی مذهبی و مؤمنان و توده مردم با جمهوری اسلامی هست که دیگه خاص و عام و همه میدانند که استفاده ابزاری میکنه از دین و این چالش هم بسیار مهم هست، نه تنها در باره فتح اربعین، در دیگر رخدادهای مذهبی، جشن‌ها، شهادت، مناسبت‌ها، حرم و سفر، دائر مذهبی هدفمند به عنوان یک ابزار حاکمیت از استفاده می‌کنه. میتونن دوستان مراجعه کنن تا سال 2011 حکومت ایران به نوعی مقابله کرد که مردم در راهپیمایی حرکت نکنن و بعد وقتی دیدن نمیتونن جلو این حرکت جهانی رو بگیرن طبیعتاً آمدن موج سواری کردن. من نکته و در این فرصت بسیار کوتاه این رو عرض بکنم که حاکمیت این اختصاص مقداری که اختصاص داده برای ایام اربعین در واقع این بودجه برای ترویج و تبلیغ مراسم اربعین نیست، برای خدمات شهری و شهروندی هست برای مردم. اگر یک شهری عده از مردم ایران اینا حرکت کنن یک کارنوال ورزشی رو بخوان انجام بدن، مثلا یه دوچرخه سواری یا مثلا دو امدادی راهپیمایی طولانی چند ده کیلومتری مثلا بین شهری که مرسوم هست بر همه
کشورهای دنیا آیا وظیفه حاکمیت نیست که خدمات شهری به مردم بدهن، از آمبولانس، خدمات بهداشتی، خدمات اورژانسی؟ این بودجه‌ای که اعلام شده در واقع در داخل ایران مصرف میشه برای اینکه این سیل جمعیتی که حرکت میکنن در این هوای گرم و امکانات میخوان، آب میخوان، بهداشت میخوان، اینها تامین بشه. این اصلا ارتباطی با مراسم مردنی نداره. من خیلی تعجب میکنم یه شخص مثل آقای فاضل میبودی طور یک در واقع گاف و سوتی بزرگی میده که باید فقط برای ایشون تأسف بکنیم. این اختصاص مراسم اربعین این بودجه نداره، صرفا حاکمیت برای خدمات رسانی مردم که یک وظیفه سیاسی اجتماعی هست باید انجام بده و در همه دنیا مرسوم هست، این بودجه رو اختصاص دادن. ارتباطی هم به اربعین نداره. اربعین سابقه یک کهن بیش از 1000 ساله داره. ممنونم. این راه بیمایی ارتباط جناب هدایتی، ممنونم. با تشکر از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا، که همکنون در کربلا به سر میبرند و پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. یونس الکعبی، مدیر شرکت راهن قطار در عراق، گفت این شرکت 16 قطار را برای خدمات رسانی به زائران آماده کرده است و این قطارها در 4 محور اصلی فعالیت خواهند کرد. وی در ادامه افزود محور اول بین بغداد و کربلا به صورت رفت و برگشت، محور دوم بصره را به کربلا وصل می کند، محور سوم شامل مسیری از سوق و شیوخ و ناصریه به کربلا می شود و محور چهارم نیز دیوانیه را به شهر مقدس کربلا متصل می کند. الکعبی با اشاره به اینکه قطارها بسته به تقاضا و تراکم زائران از 15 آگوست 2024 سفرهای خود را آغاز می کنند خاطر نشان کرد، این شرکت تمهیدات جامعی را انجام داده است که شامل حفظ کلیه خطوط منتهی به کربلا و همچنین آماده سازی هوا، سالن‌های استراحت در ایستگاه‌های شهر مقدس کربلا، بغداد و بصره برای پذیرایی از زائران خواهد بود. وزارت نیرو و شرکت برق عراق روز گذشته از تشکیل اتاق عملیات دائمی برای مدیریت زیارت میلیونی اربعین بر اساس دستورات نخست وزیر خبر داد. این وزارت همچنین اظهار داشت به منظور برپای بهتر مراسم میلیونی اربعین حسینی، این وزارتخانه در ایستگاه‌های خود در استان‌های نجف اشرف، کربلای معلا و بابل در آماده باش کامل هستند. در همین راستا احمد موسا، سخنگوی این وزارتخانه، طی اظهاراتی گفت این اتاق عملیات برای ایمنسازی مسیرهای زائران از نظر روشنایی، خدمات رسانی ایمن به موکب‌های حسینی و تضمین ثبات کامل برای استانهای نجف اشرف، کربلای معلا و بابل بدون تأثیرگذاری بر بقیه استانها کار خواهد کرد. شرکت کل حمل و نقل مسافران در عراق روز گذشته از آماده سازی 50 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران از گذرگاه‌های مرزی و 600 اتوبوس برای تردد در شهر مقدس کربلا در ایام زیارت اربعین خبر داد. در همین راستا کریم کاظم حسین، مدیر عامل این شرکت، در بیانیه اعلام کرد این شرکت با تشکیل کمیته‌های فنی و اداری مربوطه و هدایت آنها به گذرگاه‌های مرزی به منظور آماده‌سازی انتقال زائران از کشورهای همسایه به عتبات عالیات نهایت تلاش خود را خواهد نمود. وی در ادامه گفت تعداد اتوبوس‌ها به صورت متوالی افزایش خواهد یافت تا بیشترین تعداد زائران را برای ورود به کشور در بزرگداشت زیارت اربعین حسینی جای دهد. برخی از پزشکان در بیمارستان بهداشت کودکان در کابل میگویند که با افزایش گرمی هوا در این شهر از یک ماه گذشته بدین سو روزانه تا 90 کودک مبتلا به آفتاب زدگی و اسهال به این بیمارستان آورده می شوند.
به گفته پزشکان به دلیل افزایش گرما، بیماری‌های فصلی در میان کودکان افزایش یافته است. شماری از این پزشکان می‌گویند که گرم شدن هوا، استفاده از غذاهای فاسد و نبود آب آشامیدنی بهداشتی سبب افزایش بیماری‌های فصلی می‌شود و بیشتر کودکان قربانی آن هستند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا گفته که سیلاب‌های ماه می در افغانستان دست کم 83,000 تن را تحت تأثیر قرار داده است. اوچا روز یکشنبه 14 مرداد با انتشار گزارشی نوشته که بارندگی در چندین استان افغانستان به ویژه غرب این کشور ویرانی بر جا گذاشته است. این نهاد تصریح کرده است که در حال حاضر 12,400,000 نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند. طبق گزارش 23,700,000 نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و 48% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. اوچا اضافه کرده که در چنین شرایطی اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران غذایی در افغانستان را بیشتر کرده است. رویدادهای طبیعی طی ماه‌های اخیر در افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، شمار تلفات سیلاب در هفته گذشته در چندین استان به 71 تن رسیده است و حدود 900 خانه نیز ویران و هزاران نفر دیگر بی خانمان شدند. و خبری از پاکستان. پاکستان شاهد افزایش حملات شبه نظامیان سنی های تندرو می باشد و طی این حملات 108 نفر از جمله پرسنل امنیتی و غیر نظامیان در سراسر کشور کشته شدند. بر اساس گزارش های دریافتی حداقل 582 نفر از جمله پرسنل امنیتی و غیر نظامیان در 557 حمله مشکوک ستیز جویان تندروی سنی طی 7 ماه گذشته از ماه ژانویه تا کنون کشته و 610 نفر زخمی شدند. حملات مشکوک ستیز جویان در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان هم مرز با افغانستان در ماه جولای نیز افزایش یافته و این استان شاهد 36 حمله ستیز جویان بوده که منجر به کشته شدن 60 نفر و زخمی شدن 27 نفر شد. استان بلوچستان در جنوب غربی نیز شاهد 12 حمله ستیز جویان بود که منجر به 12 کشته و 24 زخمی شد. استان سند هم با 5 حمله روبرو شد که منجر به کشته شدن 6 و 2 زخمی شد. نیروهای امنیتی کشور همچنین 6 فرمانده کلیدی تحریک طالبان پاکستان را کشتند. ارتش پاکستان همچنین پس از حملات اخیر به نیروها در مناطق وزیرستان، خیبر و کروم، عملیات‌های پیشگیرانه خود را در خیبر پختونخوا و بلوچستان تشدید کرد. در 10 عملیات که توسط ارتش در خیبر پختونخوا و بلوچستان در ماه جولای انجام شد، حداقل 29 نفر تروریست مظنون و کشته شدند و 17 سرباز از جمله یک افسر نیز جان خود را از دست دادند. اسلام آباد شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان را به انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان متهم می کنند، در حالی که کابل این اتهام را رد می کند. روز گذشته دولت یمن هشداری رسمی در رابطه با یک بحران قریب الوقوع مراقبت‌های بهداشتی صادر کرد و کاهش شدید بودجه بین‌المللی را تهدیدی برای بسته شدن مراکز درمانی کلیدی در سراسر کشور دانست. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، بسته شدن قریب الوقوع بیش از 1,000 مرکز بهداشتی کلیدی به دلیل کاهش بودجه بین‌المللی می‌تواند به طور بالقوه جان 500,000 زن را در این کشور ویران شده به خطر بیندازد.
در همین راستا احمد عوض بن مبارک نخست وزیر یمن روز گذشته در یک نشست عالی و فوری دولت در عدن شهر بندری جنوبی این کشور برای رسیدگی به این بحران تشکیل داد. وی در این دیدار خواستار تشکیل کمیته دولتی برای تدوین برنامه راهبردی ارزیابی نیازهای حوزه سلامت و شناسایی مداخلات بین المللی لازم و اموری در این رابطه شد. وی همچنین از شرکای بین المللی و منطقه‌ای خود خواست تا حمایت حیاتی و مستمر خود را از خدمات بهداشتی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بالقوه در یمن تجدید کنند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سراسر یمن 46% از مراکز بهداشتی به دلیل کمبود کارکنان، بودجه، برق، دارو و تجهیزات تنها به طور جزئی کار می کنند یا به طور کامل از دسترس خارج می شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بودجه های دولتی و قصه تکراری حمله به زیارت اربعین. سازمان ملل: سیلاب های اخیر در افغانستان بیش از 80,000 نفر را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش حملات شبه نظامیان سنی های تندروی پاکستان در 7 ماه گذشته. و بحران مراقبت‌های بهداشتی در یمن. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.